فصل 24. در روز اول هفته یک شنبه صبح خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان می‌بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست، به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام امواس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. آن دو درباره همه اتفاقات گفتگو می کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بی‌خبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود: شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کن ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می‌رفتند رسیدند و گویا او می‌خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریباً به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً
از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می‌کردند، عیسی در بین ایشان ایستاده با آنها گفت: صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می‌بینند. او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یه تکه ماهی بریان پیش او آوردن، آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اصحان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما میفرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود، در حالی که آنان را برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند.